امروز 18 فوریه 2023 برابر هستش با 29 بهمن 1401. یک بار دیگه ما در خیابان‌های کوپنهاگ پایتخت دانمارک جمع شدیم برای اینکه اعتراض بکنیم علیه همه سرکوب‌ها و ادامه دهنده این خیزش انقلابی مردم در درون ایران باشیم. خوش آمد میگم به همه شما عزیزانی که بار دیگه اینجا هستید، در کنار ما هستید، در کنار هم دیگه هستید و این جنبش انقلابی و دادخواه این جنبش انقلابی هستید. یکی از ویژگی های اصلی خیزش زن زندگی آزادی، شوریدن ایرانیان در سراسر جهان بر علیه نظام جمهوری اسلامی هست. برای اولین بار در 44 سال گذشته لایه‌ها و اقشار مختلف ایرانیان داخل و خارج کشور همزمان به خیابان‌ها ریختند و یک صدا خواستار سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شدند. درود و سپاس از حضور شما و همراهی شما از این شنبه‌هایی که ما اینجا هستیم، دور همدیگه هستیم و همبستگی و اتحاد اون رو با جنبش داخل ایران اعلام می‌کنیم. امیدواریم که این حرکت ما ادامه داشته باشه، امیدواریم که این حرکت ادامه داشته باشه، هوا سازگار باشه، سمت بهار و عید داریم میریم و روز آفتابی هست پشت این سیاهی و این تیرگی و این سرما هست. در نتیجه همینجا را امیدواریم که روزی بشه که همینجا را پارلمان خیابانیمون بکنیم، با هم بحث کنیم، صحبت کنیم، نظرات هم دیگر رو بشنویم، نمایشگاه عکس و کتاب برگزار بکنیم و فقط و فقط به خاطر اینکه الان شرایط این امکانات نیست، به هر صورت امیدوارم که به فال نیک بگیریم برای آینده‌ای که در پیش هست و بهاری که در پیش هست. من خبرهایی رو که در رابطه با زندان هست به صدا دوستانمون بیشترشون مطرح کردن، ولی نکات این رو بوده که من به صدا توی این صحبتهای دوستانمون نشد خدمتون عرض کنم. همون جوری که میدونید چند روز، یعنی دیروز، اعتراضات زاهدان، اعتراضات مردم بلوچستان نه تنها نخوابید بلکه گسترده تر بود و شعارها کوبنده تر بود و شعارهایی رو که مردم علیه سران رژیم، علیه سپاهی، علیه ارتش، علیه سرکوبگران دادن به نسبت هفته قبل گسترده تر بوده. انعکاسش هم در سوسیال مدیا، انعکاسش در درون ایران و خارج از ایران نیز کمتر از گذشته نبوده است. این جنبشی رو که با جمعه خونین آغاز شده بوده و هر روز همچنان هر جمعه ادامه داره، این در شرایطی هست که جذب حکومت نظامی اعلام نشده ای از سوی رژیم بر مردم بلوچستان اعمال میشه. با این وجود، با وجود سرکوب، دستگیری های گسترده، اعدام های گسترده، این جنبش سر بازیستادن نداره و شایسته این هست که ما هر بار از این قهرمانی ها، هر بار از این رشادت ها، هر بار از این ایستادگی ها حمایت بکنیم و همراه و همگام اونها شعارهایی رو که داده بودن تکرار بکنیم. یکی از شعارهایی که بوده این بوده: کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری. همه با هم دیگه: کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری. کرد و بلوچ و آذری، آزادی و برابری. شعار دیگه ای هم که با صدای رسا هر بار اینو تکرار میکنن: مرگ بر خامنه‌ای جلاد، مرگ بر حکومت جنایت، مرگ بر حکومت جنایت. همچنین روز پنجشنبه، 40مین روز اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسین حسینی، محمد حسینی بوده که باز مجددا اعتراضات گسترده‌ای
در شهرهای مختلف به خصوص در تهران در مناطق مختلف نسبت به این عمل جنایتکارانه اعتراض شده بود. اعتراضات گسترده ای که نشان دهنده این بود که این اعتراضات نخوابیده و هر فرصتی را برای اینکه دوباره شعله‌ور بشه، هر فرصتی را که برای اینکه دوباره دادخواهی و حق طلبی مردم تحت ستم دوباره با زبان باز با صدای رساتر و سراسریتر انعکاس پیدا بکنه. امیدواریم که روزی برسه که این جنایتکاران رو به خاطر این جنایت‌های بیشمار، به خاطر این اعدام، به خاطر اون قاضیایی که فقط دارن چی تنابای دار می‌سازن، اونها رو به پای میز محاکمه بکشن. به خاطر همین ما در جهت لغو مجازات اعدام، به خاطر اینکه دیگر نه محمد حسین، نه محمد حسینی، نه محمد مهدی کرمی باشه که چوبای دار جان اونها رو بگیره، با همدیگه میگیم زندان شکنجه اعدام حلقا باید کردن، زندان شکنجه اعدام حلقا باید کردن، زندان شکنجه اعدام حلقا باید کردن، جمهوری اسلامی نابود باید گردد، جمهوری اسلامی نابود باید گردد. همچنین بنابر اطلاعاتی رو که فعالین حقوق بشر در داخل و خارج ایران، به خصوص فعالین حقوق بشر در کردستان و بلوچستان جمع‌آوری کردن، حدود 58 نفر از زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام یا به صورتی که چی اتهاماتی که به اینها بستن شامل اعدام خواهد. یعنی بحث بر سر فقط تعداد 20 نفر 30 نفر نیست، این تعداد تعدادی هست که مستقیما اسمشون و محل دستگیری اینها به اضافه این که اتهاماتی که به اینا زدن، مثلا اینکه چی اینا رو به مفسد فلعرض متهم کردن، در نتیجه همه اینها اتهاماتی هست که به اصطلاح میتونه اعدام رو برای اینا، خود اعدام رو برای اینا صادر کنه. مجددا بایستی تلاش بکنیم که حکم اینا تعلیق بشه، اینا آزاد بشن، همراه همه زندانیان سیاسی، همه افرادی که دستگیر شدن آزاد بشن. نقطه آخر اینه که من خدمت شما باز عرض بکنم، در هفته گذشته در رابطه با مسئله زندان، شکنجه، اعدام و دادخواهی قربانیان و خانواده آنها در داخل و خارج کشور به خصوص در فضای مجازی مطرح شد و کماکان نیز ادامه دارد. موضوع دادخواهی علیه جنایت‌های دولتی از قبیل زندان، شکنجه و اعدام و گرفتن اعترافات اجباری و سربنیست کردن زندانیان سیاسی و گورهای بی‌نام و نشان تا تروریسم دولتی، متاسفانه این پدیده ننگین و جنایتکارانه هرگز از سوی نهادهای حقوقی ملی و بین المللی پیگیری نشد. متاسفانه افکار عمومی نیز به اندازه کافی در مقابل این جنایت‌ها واکنش درخور نشان نداد. و همین جهت این جنایت بدون مجازات به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد. مهمترین این قتل عام هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 در تابستان 67 است. حمید نوری یکی از عوامل رژیم جمهوری اسلامی نه تنها در این جنایت دخیل بوده است، بلکه این ابزار خشونت و وحشت را حق مشروع رژیم برای امنیت شهروندان نظام جمهوری اسلامی ضروری می‌داند. تابستان گذشته دادگاهی در استکهلم حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد. اکنون منتظر حکم نهایی بعد از فرجام خواهی است که به نظر می‌رسد به زودی همه چیز تعیین و تکلیف خواهد شد. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در دامان روز شنبه بعد از تظاهراتی رو که بعد از همینجا تظاهرات تموم شد 25 فوریه از ساعت 17 تا 20 در محل کتابخانه پوینده جلسه عمومی را پیرامون نتایج دادگاه حمید نوری و روند دادرسی آن برگزار می کند.
در این نشست آقای بهرام رحمانی ساکن استکهلم که از نزدیک تمامی جلسات این دادگاه را دنبال کرده است دعوت کردیم در این باره صحبت و گفتگو داشته باشد. همچنین کتابی که او در همین رابطه نگاشته است از سوی نشر ارزان سود منتشر شده است. در این جلسه آقای بهرامی به معرفی این کتاب نیز می‌پردازد. ورود برای همه آزاد است. امیدواریم که این سنت دادخواهی، این سنتی رو که برای اینکه ریشه این جنایت رو بخشونیم و دیگر کسی دست روی مردم دراز نکنه، کسی چوبه دار برپا نکنه، کسی را به خاطر اتهامات سیاسی یا افکار خودش یا مذاهب هر چیزی ده که با دیگران مخالفت داره رو به پای محاکمه و شکنجه و اعدام نرسونه. امیدواریم که این پدیده نفرت انگیزی که بیش از 100 سال هست در ایران ریشه دوانده است بتوانیم با این انقلاب زن زندگی آزادی ریشه کم بکنیم. زنده باد آزادی، زنده باد برابری. طی بیانیه‌ای که 5 زن آزاد شده از زندان دادن، اونها هم اشاره کردن به اینکه چقدر مهمه این تجمعات خارج از کشور و اعتراضات و همراهی و حمایت مردم. بیانیه به این شکل نوشته شده: 5 زن زندانی سیاسی آزاد شده از زندان در بیانیه اظهار امیدواری کردند که با تداوم حمایت‌های مردم و تلاش و پافشاری جامعه جهانی به زودی شاهد آزادی همه زندانیان سیاسی مرد و زن و همبندیان زندانی خود در اوین و سایر زندان‌ها باشند. این بیانیه که به امضای عالیه مطلب‌زاده، رها عسکری‌زاده، نوشین جعفری، ملیحه جعفری و حسی امیری رسیده، با بیان این که روز آزادی نزدیک است اعلام کردند که موج آزادی زندانیان سیاسی از نتایج همبستگی در قیام زن زندگی آزادی و خیزش اعتراضی مردم آزادی خواه و جوانان مبارز ایران است. این 5 فعال سیاسی و مدنی که به تازگی از زندان آزاد شدند در این نامه با اشاره به ترکیب و پایگاه اجتماعی زندانیان نوشتند: این گستردگی اجتماعی، وسعت حیرت انگیز برخورد حاکمیت با مردم ایران و همچنین مقاومت مردمی در طبقات و اقشار مختلف را نشان می‌دهد. در این بیانیه آمده: ما از زمانی که آزاد شده ایم چشم به راه رهایی بقیه همبندی های من هستیم، از جمله سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی که حکایت 5 سال رنج و ستمی که بر آنها روا رفته را همه شنیدند. آنها جزو شریف‌ترین افراد این سرزمین هستند که در طی این سالها با زندان و شکنجه صرفاً تاوان عشق و پاسداری خود از طبیعت این مرز و بوم را پرداخت کردند. امضا کنندگان این بیانیه خواستار آزادی بقیه زندانیان سیاسی زن از جمله نرگس محمدی، ناهید تقوی، مریم حاج حسینی، فاطمه مصنا، زهرا زهتابچی، سپیده قلیان، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی، بهاره هدایت، فائزه هاشمی، گلرخ ایرایی، سمین احسانی، اکرم نصیریان، نسرین جوادی، معصومه نساجی، ملیحه نظری، سارا احمدی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مریم اکبری منفرد، زینب جلالیان و سها مرتضایی شدند. زنده باد به همه زنان مبارز و زنده باد به همه مردم آزادی خواه. میگیم انتقام فرزندانمونو میگیریم، انتقام فرزندانمونو با بنیانگذاری یک دنیای آزاد برابر برای تمام زنان و مردان ایران
این گونه انتقام میگیریم. ما با به گور سپردن این جنایتکاران، این بچه کش ها، این دشمنان آزادی و برابری و این دشمنان انسانیت، نسیم آزادی را در کشورمان به مشام یکایک آزادی خواهان خواهیم رساند. ما همه با هم در ایران کف خیابان و در شهرهای اروپا و خارج کشور کف خیابان. همگی خسته نباشین، با چند تا شعار و صحبت‌های پایانی دوست عزیزم ادامه میدیم. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. در هفته گذشته ما شاهد بودیم که بخشی از زندانیان سیاسی که تعدادی از آنها از لحاظ جسمی به شدت مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بودند آزاد شدند. آزادی این عزیزان رو به خانواده هاشون و به خودشون و به جنبشمون تبریک میگیم و تا آزادی آخرین زندانی سیاسی همه با هم این راه ادامه میدیم. رژیم تلاش کرد، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تلاش کرد که آزادی این عزیزان رو به عنوان لطف سران رژیم نشون بده، اما خودتون در بیانیه ها و در صحبت هایی که این عزیزان بعد از آزادی کردن متوجه شدیم که گفتن فقط با مبارزه ای که در بیرون از زندان شد، با صداهایی که شما تونستیم صدای ما بشیم آزاد شدیم و این نقطه قوت جنبش انقلابی مردمه. یکی از عزیزان با هم صحبت میکردیم، گفت توماس به تو ملاقاتی به خانوادش گفته اون بیرون کسی به فکر ما هست. همه با هم میگیم ما به فکر تمام زندانیان سیاسی هستیم، ما به فکر توماج و توماج ها و تمام جوان ها و انقلابیونی که این رژیم جنایتکار گرفته و زیر شکنجه و در سیاه‌چالاش نگاهشون داشته، به فکرشون هستیم، صداشون هستیم و صدای اونها رو با تمام قوا داد میزنیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. ما صدای زندانیم، ما صدای زندانیم. تمام زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد بشن و به آغوش خانواده هاشون برگردن. خواسته های ما اینه، لغو هر گونه پرونده سازی برای مردم انقلابی و ممنوعیت بازداشت معترضان، لغو حجاب اجباری و آزادی پوشش برای زنان در ایران، قرار دادن بهترین امکانات در اختیار کسانی که شکنجه شدن و نیاز به درمان فوری دارند، آزادی بی قید و شرط سیاسی و برگزاری تجمعات و تظاهرات و آزادی اندیشه بدون حضور نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی، دادگاهی عاملان عاملان قتل مردم انقلابی و کسانی که به معترضان شلیک مستقیم کرده و جان تعدادی از جوانان ما را گرفتند. ما صدای خیابان ها و صدای شعارهای واقعی در کف خیابان های ایران باید باشیم. کوتاه شدن دست عوامل اطلاعاتی و جاسوسی رژیم از بیمارستان ها و درمان بی قید و شرط تمام زخمی های خیزش انقلابی. و در آخر مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم ضد انسانی و کودک کش و بنیاد نهادن دنیایی سرشار از آزادی و رفاه برای تمام مردم ایران هستند. ما هم هممون ایرانیان خارج کشور، اونایی که از روز اول پشت این انقلاب، پشت این مردم و پشت صدای دادخواهی مردم مبارز ایران بودیم، این راهو با اونا ادامه میدیم
و اینجا رو میکنیم صدای مردم ایران، صدای خواستهای مردم ایران. زنده باد همه شما. مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر حکومت بچه کش، مرگ بر حکومت بچه کش. بزن تر حساس این آدم، بزن تا بزن تا بزن.